ویژه اقدام مالی پولشویی FATF ایران را در 21 فوریه 2020 پس از 3 سال هشدار و دادن وقت اضافی به تهران در لیست سیاه برد. FATF در بیانیه‌ای از رژیم ایران خواستار اجرای 10 بند شده بود که مهمترین آنها شامل شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، شفافسازی مکانیزم‌های گزارش دادن مبادلات مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست، تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفافسازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی. ایران 2 کنوانسیون اخیر را امضا نکرد و بندهای دیگر بیانیه را هم به بهانه‌های مختلف رد کرد. اجرای الزامات FATF مبادلات مالی خارجی برای کمک به تروریسم منطقه و به خصوص حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی مثل حزب الله و هشت الشعبی و حوثی‌ها در یمن و غیره را برای طرف‌های بین‌المللی شفاف می‌کند و همچنین دست رژیم ایران را برای مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌بندد. با وارد شدن حکومت ایران در این لیست، این کشور از نظر FATF کشور پر ریسک تلقی می شود و FATF از اعضای خود و دیگر کشورها می خواهد که فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه با ایران را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی متوقف کند. در لیست منتشر شده تا سال 2015 کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده بودند. در 20 ژوئن 2018 خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس در مورد تنظیم با کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنبال‌رو یا مرعوب شکل به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد، به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلا 150 کشور پذیرفتند، شما چطور آن را رد می‌کنید؟ خامنه‌ای روش صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها را علناً توضیح نداد. اما آیا هدف تهران با امضا نکردن این قرارداد فقط ادامه تغذیه تروریست‌های خارجی بود؟ خیر. در نظام ولایت فقیه پولشویی تنها به آن سوی مرزها مربوط نمی‌شود. قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر، انسان و رانت‌های مالی که سردمداران آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، به یکی از مشکلات مزمن سیاسی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است و هر روز اخبار بیشتری در این مورد به بیرون درز می‌کند، تا جایی که می‌توان گفت حوزه فعالیت این پدیده را در داخل بیشتر از خارج کرده است. از هک کردن سایت وزارت صنعت برای واردات خودرو، گم شدن دکل نفتی و جعل روستا برای تصاحب اراضی جنگلی گرفته تا فرار بی‌دردسر متهم میلیاردی و اسکله‌های غیرقانونی، فساد در ایران ناظران بین‌المللی را به شگفت واداشته است. کار فساد در ایران با حاکمیت ولی فقیه چنان بالا گرفته که در انتخابات 1396 هر 4 نامزد اصلی تایید شده از طرف شورای نگهبان، یعنی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، یکدیگر را به صراحت متهم به فساد کردند. در 13 فوریه 2020 به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، دادستان کل بحرین تحقیقات قضایی درباره افراد متهم به پولشویی برای ایران را آغاز کرده است. در همین راستا دادستان تبادل حدود 5 میلیارد دلار بین بانک‌های ملی و صادرات ایران و المستقبل بحرین را مورد بررسی قرار خواهد داد. در 3 ژوئیه 2019 علی مؤیدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت در سال 92 6 میلیون شماره حساب مخدوش در کشور وجود داشت که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بودند. همتی، رئیس بانک مرکزی، در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF گفت برای ما زیاد فرقی نمی کند چون 90% مبادلات خود را از طریق دیگر انجام می دهیم. عواقب این ریسک‌گذاری برای رژیم با سیاست فشار حداکثری ترامپ مرگبار است. جوزف لیبرمن، رئیس هیئت مدیره، و مارک والاس، مدیر عامل اتحادیه علیه ایران هسته‌ای،
در بیانیه مشترک گفتند که اقدام امروز FATF تأثیرات شاخصی روی رژیم‌های یاغی دارد و کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ را تقویت می‌کند. این بیانیه می‌افزاید تأمین مالی تروریسم جهانی و یا یک برنامه هسته‌ای نامشروع یک رفتار عادی نیست و هیچ کشوری نمی‌تواند انتظار داشته باشد که با این رفتار کماکان به نظام بانکی جهانی دسترسی داشته باشد. لذا برای رژیم ایران که غرق در بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است، بستن این شکاف می‌تواند آخرین میخ بر تابوت برجام باشد و اروپا را هم به رغم تمایلش بر علیه رژیم فعال کند.